بینندگان گرامی، با درودی دوباره با فراسوی خبر امروز سه‌شنبه پنجم آذر ماه همچنان در خدمتتان هستیم. صبح روز یکشنبه سوم آذر ماه پایان دور اخیر مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با دولت‌های موسوم به 5+1 در ژنو پایتخت سوئیس اعلام شد. اطلاعاتی که تاکنون درس کرده حاکی از آن است که رژیم در توافقنامه‌ای که برای 6 ماه امضا کرده به دولت‌های غربی امتیازاتی داده و در مقابل دستاورد چندانی نداشته است. به همین دلیل این دور از مذاکرات برای حکومتی که همین 1-2 سال پیش ادعای مشارکت در اداره جهان را داشت شکستی مفتضحانه به حساب می آید. برای بررسی ابعاد این شکست و تأثیرات سیاسی آن از رفیق فریدون ناظری دعوت کرده ایم به استودیو بیایند و به چند سوال ما در این زمینه جواب بدند. با ما همراه باشید. رفیق فریدون، خوش اومدید. با تشکر از شما، همکارانتون و بینندگان عزیز. خیلی ممنون. تأثیرات ابعاد این شکست برای رژیم تا چه میزان خواهد بود؟ جمهوری اسلامی وقتی که سر کار اومد ادعا میکرد که یک بدیل در برابر این سیستمی که امروز در ژنو زانو در مقابلشون زد برای مردم ایران و حتی منطقه به ارمغان آورده. این بدیل هم طبعا بر اساس اسلام بود، برای دفاع از بورژوازی به اصطلاح کشورهای جهان سوم. جهان سوم طبق اصطلاحی که اون دوره به کار می رفت. این قرار بود متکی باشه به این به اصطلاح بدیل قرار بود متکی باشه به نیروی اراده 1 میلیارد مسلمان مثلا، بعد اقتصاد اسلامی. در همون گام های اول معلوم شد که وقتی که جنگ ایران و عراق پیش اومد معلوم شد که اقتصاد اسلامی که کار نمی کنه، باید همچنان ادامه اقتصاد زمان پهلوی رو بدن. اون مسلمانایی که اینا به اصطلاح تشیعش امیدشون بود خیزش کنن در منطقه، وقتی حمله کردن به عراق همون شیعه ها در مقابلشون وایسادن. و دیگه اینکه این همه نیرو به کشت دادن تو کردستان و همینجور بود، طبق اصل خون بر شمشیر پیروزه امواج انسانی را مینداختن و خیلی از این بچه های کارگرها با زحمت کشان یا به زور میمدن یا متوهم بودن و در کردستان و در عراق هم به کشتن دادن، سرانجام هم شکست خوردن. همون وقت به نظر میرسه خمینی و خود بقیه سران متوجه شدن که این راهش نیست. به همین جهته که رفسنجانی رو کرد به شیوه بازار آزاد و به اصطلاح خصوصی سازی میخواست بکنه، مشهور شده که اختصاص سازی کرده و کشتار اون بزرگانی که در زندان بی دفاع در مقابل اینا بودن، هزاران نفر بین مثلا 5 تا 7 آمارش هست، نشانه این بود که اینا شکست خوردن، می ترسن خیزش بشه، اینا بیان بیرون بشن کادر انقلاب دوباره. بنابراین پروسه شکست اسلام سیاسی از همون روزهای اول آثار شما می بینیم، روز به روز تقویت میشه و در این مذاکرات به بهترین وجه دیده شد که این یه پروسه روبه بر شکستگی و شکست بوده و الان دیگه به نظر میرسه داره به خطوط آخر میرسه. این یکی از بزرگترین آثار شکست مذاکراتشونه در ژنوی که اینا میخواستن واقعا دسترسی پیدا بکنن نه به بمب اتم بلکه حداقل به تکنولوژیش، ولی حتی حق ایرانو که غنی سازی بکنه رو به رسمیت نشناختن. یعنی این حق علل عموم شناخته شده است، ولی بینی که ویژه برای ایران بیان به رسمیتش بشناسن این کارم نکردن. مثلا در NPT این حق رو برای دولت ها و به اصطلاح خودشون کشورها به رسمیت شناختن. دیگه این که ضرر دیگرش اینه که اینا رو اختلافاتشون رو تشدید خواهد کرد. و شما دقت بکنید از روزی که این به اصطلاح توافق شده جز ظریف کسی دیگه صحبت نمی کنه. یعنی کاری کردن معلومه، یک کشوری که همه چیز زیر سانسوره معلومه، جز ظریف کسی اجازه نداره بیاد صحبت کنه و اینم خب آدم شالاتانیه
میاد سیاه‌سفید میکنه، هر چه شکست رو میاد به عنوان پیروزی بزرگ ملت ایران در واقع شکست اسلام سیاسی بگیم و این حکومت نوع سرمایه در ایران، اینو اینجوری فرموله میکنه. دیگه اینکه مردم از مردم آنچنان میترسن که هنوز توافق به مردم اعلام نشده بود، منتها طبعا سران میدونستن دو تن از فرماندهان نظامیشون که اینا قدرت اصلی هستن اومدن هم خطاب به مردم صحبت کردن هم خطاب به داخل خودشون. خطاب به داخل خودشون گفتن که هر کس که میخواد نقشی در اداره این کشور داشته باشه باید مطیع محض خامنه‌ای باشه. خامنه‌ای هم کسیه که اینا از طریق اون چیزهایی رو که برای اداره کشور به نظرشون میرسه اعلام میکنن به جامعه. رو به مردم هم گفتن اون طرحی که هست به اسم عفاف، حجاب و عفاف، گفتن هیچ دولتی متحد نبوده و الان دیگه باید ما متحد باشیم. اینو محمد علی جعفری گفت، فرمانده سپاه هستش، از چهرهای اصلی بخش غالب سپاهه. من چون میگم بخش غالب سپاه چون یه بخش به نظر میرسید اقلیتی هم دارن که مخالف این چیز هستن که همین احمدی نژاد اینا نماینده شن. بعدش فیروز آبادی اومد که رئیس ستاد نیروهای مسلح هستش. این اصلا نظامی نبوده، اصلا یه کسی که از خانواده احتمالا ثروتمندی بوده، رفته در مشهد دکترا گرفته و تحت تأثیر مذهب بوده و این خامنه ای از همون وقت میشناختش و یه مقامی بهش داده و متاسفانه این از چهرهای قدرتمند امروز ایرانه. البته شاید بگیم خوشبختانه چون اینا مملکت رو رسوندن به جایی که ما سوسیالیست ها بگویم ما راه حل ماست، فقط کارایی داره. رو به مردم گفتن که دوباره حجاب و عفاف و این فیروز آبادی اومدن تبدیل کرد به یه چیز سیاسی. گفت اینو به اصطلاح انقلابیون خطشو میدن به این همه، یعنی ما انقلابیون اینقدر نفوذمون زیاده که به تک تک این خانوما از جوون و میانسال و اینا خط میدیم که چطور لباس بتن کنن و چطور ابرو فلان کنن و مو فلان کنن و چادر بدن به کار برن یا نبرن اینا. حالا خودش متوجه نیست به این طریق داره قدرت عظیم چپو تایید میکنه. البته خوشبختانه کاش اینجور بود، ولی شاید بگیم به پروسمون اینجوریه. اما چپ نفوذش تو کارگراست و اینا بیشتر از کارگرا میترسن و یه بحثایی رو مطرح کردن سر دستمزد و اینی که بالاخره شغل خواهیم آورد و چی، یعنی همش هم پوچه. به طور کلی شکستشون دستاوردی نداشتن. از 100 میلیارد دلاری که داشتن گفتن 7 میلیارد دلار رو آزاد میکنیم، که البته من بگم این 7 میلیارد سهله، 70 میلیارد 700 هم بیارن داشتن دیگه. 700 دوره احمدی نژاد از فروش نفت داشتن، اقتصاد ایران بنیانش خرابه، هر چه پول توش بریدی مثل اینکه آب بریدی تو سرند. بنابراین ابعاد شکست اینقدر مهم و اینقدر اساسیه. رژیم برای پوشاندن این شکست و روبرو شدن با نتایج آن چه کرده و در آینده چه کار خواهد کرد؟ از قبل که شروع کرد به اعدام، تعداد اعدام ها رو بالا آورد، در مدت خیلی کمی 100 نفر رو اعدام کردن. بعدش هم همین گشت سارالله رو انداخت به جون، وقتی که به جون خانم هم میندادن در واقع به جون کل جامعه میندادن. و بعد یه طرحی دارن به اسم طرح امنیت محل محور، چون خیلی طرح خطرناکی، البته خوشبختانه مثل این که نگرفته، مدت هاست میارن و میبرن و به جایی نرسیده، ولی اونو فعال کردن. الانش هم که این دو نفر شخصیت های اصلی سپاه این تهدیدها رو کردن و دستور دادن. اینجوری نیست مثلا نیروی انتظامی مثل قبل بگه که علی گفت و نقی گفت و فلان کرد و نشد فلان. این دفعه فرماندهان اصلی اومدن گفتن باید بکنی. کار دیگه ای که کردن دروغ گویایی که الان دارن میکنن، نامه روحانی به خامنه ای که در زیر عنایات شما ما به پیروزی رسیدیم و فلان اینا. البته این بیچاره در واقع به تایید اون رسوند که مخالفین بعدن گردنشو نزنن. درست. اما کارهایی که در آینده خواهد کرد برای ما مهم، متوجهش باشیم. در سال 67 که احساس خطر کردن
فعالین کارگری، فعالین چپ، نیروهای مخالف رژیم، هزاران نفر جلو دستشون بودن و خیلی راحت تونستن اعدامشون کنن. این دفعه میتونه، یعنی فعالین کارگری، فعالین جنبشا، نیروهای انقلابی، نیروهای چپ باید متوجه باشن که این دفعه از رو لیستی که اینا سالهاست تهیه میکنن، معمولا همه کشورها این لیست رو دارن، ایران که در خطر بوده همیشه این کارهای جاسوسی و اطلاعاتی ایناش بیشتر بوده، لیستایی که معمولا اولویت بندی میکنن الف به ت هرچه که خودشون گذاشتن و شروع ممکنه بکنن به دستگیری، یعنی یه شبه کودتا بکنن و بعد نیروهای اپوزیسیون رو در خارج مرزهای ایران باید مواظب خودشون باشن که یه وقت رو دست نخورن از اینا. گرچه این دعای عاملی که الان من دارم صحبت میکنم میتونه به وسائلی از داخل تضعیف بشه، یکی همین اختلافات درونیشونه که تعمیق پیدا بکنه و حتی بزنن به تنگ هم، یکی اینی که خیزش مردم و مبارزه مردم و مبارزات کارگری و مثل همین مبارزاتی که در جریان الان این کارگران پروژه اکریل و چند مبارزه پیروزمندی که در پتروشیمی داشتیم و اینا، اینم راهشه. ولی به هر حال در این حالی که کل پروسه به نفع جنبش انقلابیه، به نفع مبارزه طبقاتیه، اما در کوتاه مدت نیروهای مخالف و مبارز و فعالین کارگری اینا باید مواظب خودشون باشن. مار وقتی زخمی میشه خطرناکتر میشه. بله. در پایان به ما بگید کارگران و مردمی که 34 سال از تحت استبداد و فقر تحمیل شده از جانب این رژیم به کار و مبارزه مشغولن، چگونه میتونن از فضای ایجاد شده برای تقویت مبارزاتشون بهره برداری کنن؟ فعالین کارگری که معمولا نفوذ دارن و میتونن کارگرها رو جا به جا بکنن باید همین توضیحات رو بدن به کارگرها که جمهوری اسلامی به طور واقعی در پروسه اسلامیزه کردن و اینا که امید اصلیش بود که جامعه رو به امید این اداره بکنه شکست خورده. راحل اقتصاد دولتی ایران هم اونایی که در داخل هستن و راحل میدن همین اقتصاد بازار آزاده که در دنیا این همه مصیبت و بحران و ریاضت اقتصادی که تحمیل میشه به کارگران اینا آفریده، راحل ندارن، بنبسته. با مشکل اقتصادی ایران هم سرمایه نیست که بگیم سرمایه میاد راحلی برشون ایجاد میکنه. مثلا خودشون میگن که با شرکت های نفت مشغولیم و با توتال مشغولیم و با این شرکت های اصلی بزرگی در آمریکا و اروپا و اینا که تکنولوژیشون رو بیارن، سرمایهشون رو بیارن، اینا راحل نیست، اینا در بنبستن. بنابراین فعالین کارگری باید بدونن که جمهوری اسلامی گرچه ادهشون به هر حال این تلاش رو میکنن که از طریق اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی و در نتیجه اجتماعی مردم این همه مصیبت و این همه فقر زیر 50 میلیون زیر فقر، خط فقر رو که بیشترش هم هست و اینا، راه حلی پیدا بکنن. اما این راه حل رو قانونمندی اقتصاد جامعه بهشون اجازه نمیده پیاده بکنن، چون که تا حالا نتونستن. و همین جهت باید به فعالین کارگری اینو توضیح بدن که اینها چیز خواهند کرد، به نیروی سرکوب همچنان متکی خواهند شد چون که تا حالا بودن. یعنی کسی که حاکمیت داره، کسی که صدها میلیارد دلار تو دست و بالشون میاد و میره و قاچاق میکنن و به هر حال تولید میکنن و امید دارن مثلا گاز ایران، ذخیره گاز ایران اول در دنیا، نفتش یا دوم یا سوم، مثلا امید دارن از این نادر دستشون بمونه، اینا به طور بی‌رحمانه سرکوب متکی خواهند شد. و راهش طبعا همینه که کارگرها این مبارزاتی رو که دارن گسترش بدن، متحد بکنن، جنبش مطالباتی را بندازن. این حرفایی که معمولا زدیم که تشکلای متعدد اقتصادی، مدنی، نمیدونم طبقاتی و مهمتر از همه تشکل سیاسیشون رو بزنن. راحل همونه که تا حالا مشغول بودن، فقط باید بدونن که تناسب قوایی که به نفع مردم مخصوصا سال 88 به بعد درست شد، این تناسب قوا زمینهاش
آماده شده که به نفع مردم، به نفع کارگر بازم بیشتر تضعیف بشه. اگه استفاده بکنن از این، امکان پیروزی، امکان اینی که خود سقوط رژیم قدم اولی باشه به طرف تحقق سوسیالیسم که تنها راه حل در رفت از این بنبسته به دست خواهد اومد. وگرنه این پروسه گرچه اجتناب ناپذیره، منتها مبارزه زمانش رو تعیین خواهد کرد، وگرنه عقب خواهد افتاد. مشکرم از توضیحاتتون رفیق فریدون ناصری. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. و با سپاس از شما بینندگان عزیز از همراهیتون با این برنامه. به ادامه برنامه های تلویزیون کمله توجه فرمایید.